فراس امروز بزرگترین نمایشگاه تولیدات داخلی به مناسبت هفته صنعت در مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان افتتاح شود. زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشند و به مسکاوی راولو زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و شخص وزیر صاحب و جناب معاون صاحب مولوی صاحب عبدالسلام حنفی از تک تک قطعات تولیدات داخل افغانستان بیان کردن که این کار سبب شد که بیشتر صنعتکارای ما، فابریکه‌دارای ما و سرمایه گذارای ما دلگرم به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. وطن‌دارای گلم خوش آمدین یک بار دیگر از دریچه چینل کلکین. فراس امروز بزرگترین نمایشگاه تولیدات داخلی به مناسبت هفته صنعت در مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان افتتاح شود و این نمایشگاه بر مدت 7 روز است. ورود همه هموطنان عزیز ما آزاد است. همگی میتونن از تولیدات و محصولات داخلی افغانستان دیدن بکنند. با ما باشین تا آخر برنامه. زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشند و به مسکاوی راولو زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و زخمون ده و ده محبت پترگند و وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشند و به مسکاوی راولو وطن. این نمایشگاه ملی و بین المللی که با مناسبت هفته صنعت برگزار گردیده است واقعا از اهمیت ویژه برخوردار است. برای شما بهتر معلوم است که رشد صنعت برای توسعه اقتصادی کشور جایگاه خاص خود را دارد. در افغانستان فعالیت های صنعتی به صورت منظم و مدرن برای اولین بار در سالهای 1353 با ایجاد اولین پارک صنعتی در منطقه دوچرخی شاه کابل شروع شد. نقش صنعت در تولید ناخالص ملی و یا جی دی پی رول مهم را می داشته باشد. تقویت صنعت برای اشتغالزایی در کشور نیز حائز اهمیت می باشد. این مسئله مهم است که یک صنعت از نظر کیفیت و قیمت در بازار همراه دیگران رقابت کرده بتواند. برای رشد صنعت محیط مناسب کار، دسترسی به فناوری
صنعت زمین ساز رشد سکتورهای دیگر اقتصادی به ویژه زراعت پیش خواهد بود. امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا حامی صنعت و تولیدات داخلی خود می باشد و از هر نوع سهولت در این راستا دریغ نخواهد داشت و در جریان سالها با معافیت مالیه ها در بخش صنعت گام های را نیز برداشته است. زخمون ده و د محبت پترگندو وطن آباد و وطن آباد و زخمون ده و د محبت پترگندو وطن آباد و وطن آباد و د هر افغان پشوندو با مسکاوی راولو اکثر کسی اکثر دوستان موافق بودن، اکثر دوستان موافق نبودن. این روز الحمدلله ما وقت شاهد هستیم که سند ما، صادرات ما، تولیدات ما هم پیشرفت دارد و هم رفت به طرف کیفیت. اینجا دوستان هستن که از سازمان بین‌المللی استاندارد به نام آیسو در پهلوی ما هستن، ما را حمایت میکنن، سکتور صنعتی ما را حمایت میکنن و همیشه تشکری دارن که افغانستان هر قدمی که پیشتر میرود رفتارش به طرف خودکفایی. امارت اسلامی بعد از فتوحات، بعد از قربانی های واقعیت پیشما، امارت اسلامی جناب حنفیس محترم حضور دارن، بدریس محترم حضور دارن، بلال سه محترم حضور دارن، در روزهای اول ما چوکی نداشتیم، در روی سبزه میششتیم و مجلس میگرفتیم و سنجش میکنیم که چرا ما بتونیم سکتور خصوصی خود حمایت بکنیم. حتی ما حاضر یک صحنه بودیم، جناب حنفی صاحب تشریف آورده روز جمعه بود، ما معلوم نبود در کجا بودیم که خودشان یک مجلس گرفتن در سبزه دروازه قلف و در سبزه وزارت صنعت تجارت را جمع کردن در اتاقشان مسائل سکتور خصوصی را الحمدلله روز به روز تانستیم که الحمدلله حل بکنیم. شاید نمیخوام دست داخل بود یا خارج بود، یک روز افغانی ما از 82 تا 83 در 130 افغانی رسید. اگر خدا نخواسته و خدا نخواسته جلو گرفته نمیشه، دست کسایی که به این برنامه بود گرفته نمیشه، افغانستان میره به طرف یک دکتر بحران اقتصادی که بود هیچ کس گرفته نمیتونه. هر قدر نظریه پردازا که مفکوره پردازا و اقتصاددانا و یا که از بیرون یا از داخل در تلویزیون ها بحث کنن بیفایده بود. الحمدلله جناب رئیس وزرا یک لفظ بسیار خوب استفاده کرد، گفت امارت این قدر خدا نخواسته کمزور است که ما بشینیم هر کس دست میزنه در مسائل داخلی ما و ما او را حل پیدا نکنیم. حنفیس محترم برنامه را گرفتن، دوگه رئیسای بای وزیسای بزرگوار بودن، ما هم در جمعهشان در قافلهشان بودیم. این روز است که افغانی احسان خداوند به فضل مرحمت پروردگار 98% 99% خاک افغانستان پول و اسوار افغانی میشه. در حالی که تقسیمات بود یک جایی یک پول خارجی یا پول همسایه مروت بود، دیگر جایی دیگر پول همسایه و خارجی مروت بود و این روز الحمدلله پول افغانی افغانی و پول ملی از احسان پروردگار. جناب شیخ سید محترم امیر المؤمنین در حضور خود ما یادآوری شمی بود که به تمام ملت خصوصا در سکتور خصوصی ما خیلی آسانی پیدا کنیم، آسانی را بیاریم. لفظ حدیث مبارک برای من خودش یادآور شدن که یسیر و لا تعسر، هیچ گاهی سختی هم باش را نکنیم. دیگه دوستان الحمدلله امین صاحب و بلال صاحب بیاد حضور دارم، یک سلسله الحمدلله در سنت ما شما رشد چشمگیری صورت گرفته که ما میخواهیم آمار را همراه دوستان شریک بسازیم. ما در برنامه های وزارت صنعت تجارت به خاطر واردات و به خاطر ماشین آلات و به خاطر مواد خام یک سلسله ما اهمیت خاص فایل هستیم و
و مواد خام تعرفه‌اش خیلی به کمترین اندازه‌ای که توان است ما الحمدلله ساخته هستیم. البته 1% و 9% وزارت محترم مالیه با ما همشریک شده هر دویش ما تانستیم که 1% بسازیم. این یکی از دستاوردهای بسیار بسیار گفت ما تانستیم الحمدلله موضوع سنبه های میاده کشمکش بودن در پیه یکانه است و دوگانه است الحمدلله این موضوع حل شد. در سال 1399 ما به 224 فابریکه فقط 298 پای ماشین از طریق تعرفه ترجیحی و همچنان 626,820 تن مواد خام در سال 1399 ما تعرفه ترجیحی دادیم و تقریبا در حدود رو گفتنم آنک در حدود 2000 شرکت ما جواز داریم دو از شرکت تولیدی را. البته بعضی شرکت هایی بودن که تجدید کردن جوازشان را و بیشتر 50% از این جواز های جدید بودن که ما در بخش های مختلف الحمدلله جواز داریم. زخمون ده و ده محبت پترگندو وطن آبادو وطن آبادو. خوشبختانه که در افتتاح امروز مقامات ارشد حکومت افغانستان معاون ریاست عالی وزرا جناب عبدالسلام مولوی صاحب عبدالسلام حنفی صاحب و محترم جناب باب نوریدین عزیزی صاحب وزیر صنعت و تجارت افغانستان از در این محفل اشتراک داشتن و محفل خیلی خوشبختانه افتتاح شد و شخص وزیر صاحب و جناب معاون صاحب مولوی صاحب عبدالسلام حنفی از تک تک قطعات تولیدات داخلی افغانستان دیدن کردن که این کار سببی شد که بیشتر صنعتکارای ما، فابریکدارای ما و سرمایه‌گذارای ما دلگرم و سرمایه‌گذاری بیشتر از افغانستان شوند. هر از گاهی که رده های اول حکومت میان از تولید داخلی حمایت میکنند و از غرفه ها دیدن میکنند، این خود یک انرژی مثبت به تولید کنندای ما میبخشه و این سببی میشه که بیشتر اینا تشویق شوند و بیشتر فعالیت های تولیدی رو در کشور افزایش دادن. به این شکل فرد مسئولین حکومت از صنایع افغانستان حمایت کردن، از تولید افغانستان حمایت کردن و وعده هایی را که اینا میتن واقعا آنچه را که میگن به او پابند هستن و عمل میکنن و حرف جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت افغانستان که ما میخواییم خانه به خانه افغانستان فابریکه دار باشد، یعنی در هر خانه افراد در افغانستان یک فابریکه و یک کارخانه تولیدی شد تا زمینه کار و ایجاد شود و افغانستان روی پای خودش حساب شود و ما از وابستگی به تولیدات خارجی بیغم شدیم. و در کل به سپاس خدمات شایان و ارزنده جلال مآب نوردین حزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان، اتاق صنایع معدن افغانستان و نمایندگی از تمام تولید کنندگان افغانستان، لوحه و یا تقدیر خدمات ارزنده شان ستایش کردن و از اونا بابت همکاری ها و حمایت های مشهدی شان تقدیر کردن و تندیس قدردانی را به جناب وزیر اهدا کردن. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودین. روزهای بعد انشاءالله ما از تک تک غرفجات گزارش های خیلی جالب بر شما نشر میکنیم و شما با آنچه که ما در افغانستان تولید میکنیم آشنایی بیشتر حاصل خواهید کردیم. با کلکین بمانین. خداحافظ. الله یارتان.